من احترام زیادی برای علما قائلم و مسلما مسائل رو باید به اونها ارجاع داد، ولی من نمیدونم به کیها مراجعه کردن کیها مراجعه نکردند. یکی از بلاهایی که وجود داره وقتی که یک کسی فتوایی میده تو یک کتابی نوشته میشه، بعد یک قومی دنبالش را میفتند که بله این جزو مذهبه. این یه حیله است. پیامبر اکرم علیه السلام سوال اولش که گفت که گفته طلاق این زن و شوهر ازم جدا شدن، حالا میگن اگه بره با یک کسی ازدواج کنه یک بار با هم بخوابن فردا طلاق بده و میتونه برگرده به چیز اولش. ببینید این حیله شرعیه، این حیله کردن، این کلاه شرعی گذاشتنه، این فریب دادنه، این خود دور زدنه. ببینید اگه اینها همین الان به همین شیوه برگردن، گناهش کمتر از اونیه که دارن میگن بره زن یکی بشه و نمیدونم فلان بشه. من در مورد طلاقاش پرسیدم، ببینید طلاقها به نظر من واقع نشده اون طلاقی که گفته. اما این موضوع ابتدا این رو بگم، در مورد این بهش میگن محلل، کسی که داره زنی رو که حرام هست برای شوهرش داره اینو براش حلال میکنه. نگاه کردید یه زنی حرامه برای یه مردی، یعنی زن و شوهر طلاق میگیرن، دیگه وقتی طلاق گرفتن حرامن. یه شخص دیگه میاد بهش میگن محلل، و اون کسی هم که شوهر اولی هم بهش میگن محلل لهو که براش حلال شده. خب الان براش حرامه، طلاق داده، این مرد میاد یه شب باش میخوابه، عقد نکاح میکنن، ازدواج میکنه باش میخوابه، فردا طلاقش میده برای اینکه حلالش کنه برای مرد اول. پیامبر اکرم علیه السلام لعنت کرده است، فرمود لعن الله المحلل والمحلل له، خداوند لعنت کند بر اون کسی که حلال کننده هست، یعنی اون حرام رو داره حلال میکنه براش، یعنی میره باش ازدواج میکنه فقط به قصد این که فردا این رو طلاق بده به شوهرش برگرده، و اون کسی هم اون مردیم که براش حلال میشه، این هر دو رو لعنت کرده. اون وقت این عرض کرده میکلا شرعیه، این حرامه، این کار حرامه. اون زن و شوهر هم ببینید اون طلاق دومی که گفتید رفتن برای سربازی، بچهشون کاغذ رو امضا کردن به زبان نگفتن، اون اصلا قصد طلاق نداشتن، روی کاغذ نوشتن، این اصلا طلاق نیست. این طلاق واقع نمیشه با اینکه کسی بخواد به شکل سوری و شکلی طلاق رو بده فقط به خاطر اینکه به یک قانون و یک مسئله دیگه ای برسه. میخواد به وسیله این شکل سوری که طلاق داده، میخواد بچهش مثلا سربازی نره، یا برگه سربازیش رو درست کنه، یا کاغذ نمیدونم خروج از کشورش رو درست کنه، یا هر اوراق دیگری رو میخواد درست بکنه به این وسیله که خلاصه میره میگه طلاق میده و میگه این زن من نیست، و روی کاغذ این رو انجام میدن، نه اینکه قصد طلاق داشته باشه. طلاق خداوند در قرآن کریم این رو نگذاشته برای اینکه هر وقت یکی چیزی رو به زبان بگه، بلکه این گذاشته شده است که به قصد طلاق بخوان از هم جدا بشن. خداوند میفرماید اگه این زن و شوهر نتونستن با هم دیگه زندگی کنن و خواست طلاق بده، طلاق بده یعنی دیگه به جای رسیدن نمیتونن با هم زندگی کنن، یا همدیگر رو دوست ندارن، یا همدیگر رو نمیخوان، نه اینکه از سر عصبانیت، از سر دعوا، از سر کتککاری و عصبانیت و داد و فریاد یهو یه عصبانی شده چند تا طلاق رو میگه. اینا هیچ کدومشون به این معنی نیست. معنی طلاق اینه که اینا دیگه تصمیم قطعی گرفتن، از روی عقلشون، از روی شعورشون، از روی معرفتشون تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. وقتی اینا تصمیم گرفتن از هم دیگه جدا بشن، اون وقته که طلاق میدن. چرا طلاقی که در زمانی که زن در عادت ماهانه است میگن طلاق بدعی، یعنی بدعت طلاق دادن در وقتی که زن در عادت ماهانه است، چرا؟ به این علت که در اون حالت از لحاظ به خاطر اینکه زن در شرایط خاصی قرار داره، امکان داره که از لحاظ روحی بسیار عصبانی باشه، درد داشته باشه، مشکلات خاصی داشته باشه، اون زن نتونه رفتار درستی انجام بده و اون مرد هم باز نتونه رفتار در واکنش رفتار خوبی نشون بده، این طلاق رو یا و این زن و شوهر نمیتونن با هم دستر بشن وقتی که در عادتن، در نتیجه فاصله گرفتن از هم. میفرماید در وقتی طلاق بدید که زن عادت نیست، وقتی که با هم دیگه هم بستر میشن، در کنار هم هستن، حالت روحی هر دو خوبه، اون وقته که
آمادگیشو دارن که اگه میخوان طلاق بدن دیگه عمدن با هم هم بستر نمیشن، دیگه نباید هم بستر بشن اگه میخواد طلاق بده و شرایط دیگری. لذا باید شرایط در نظر گرفت. تمام طلاقایی که بر سر عصبانیت میاد یا بر اثر اینکه طرف میخواد دیگری رو اجبار به کاری بکنه، اونایی که از اهل علم از فقها هستند مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه و جمع دیگری از فقها، این طلاقا رو واقع نمیدونند. و اما اون طلاقی که بر روی کاغذ بوده و فقط به خاطر درست کردن جریان سربازی پسرشون بوده، اون طلاق نزد جمهور فقها طلاق نیست، چون قصد طلاق درش نبوده. به قول جمهور فقها این طلاق نیست، لذا اون طلاق واقع نشده. اینا میتونن دوباره، به نظر بنده میتونن دوباره عقد کنند، چون طلاق دومی که داده طلاق واقع نشده. حالا اون یکی طلاق هم گرچه بر اثر عصبانیت بوده، بنده معتقدم واقع نشده، ولی اونها رو کنار بذاریم چون باید خیلی جزئیات رو شرح بدن. ولی این یکی رو که رفتن به خاطر درست کردن سربازی بچهشون بود و طلاق رو به خاطر سربازی بچهشون دادن، این طلاق واقع نمیشه. اینا طلاق رجعی میتونن به هم دیگه برگردن، دوباره از نو عقد کنن، ولی یک طلاق مونده براشون، از نو عقد کنن ولی دیگه لفظ طلاق رو در هیچ شرایطی به زبان نیارن. از اینی که اونها، این علمایی که شما رفتید پیششون، متأسفانه در کتب فقهی این وجود داره، بحث تحلیل و بحث، البته در فقهشون این رو تحلیل هم نمیذارن، اسمشو میذارن تیس المستعار. تیس یعنی چی؟ یعنی بزی که، بز نری که به اجاره میدید، یعنی اون مردی که میره یک شب باش میخوابه تبدیل شده به یک بز نری که فقط میخواد مستعاره، یعنی اعاره داده شده است، کراییه. در فقه بهش میگن تیس المستعار، و در زبان کردی هم بهش میگن جاش، یعنی کرخری که میخواد، خلاصه دنبال چیز هست. به هر حال این لفظی است که در فقه به کار میبرن برای شناعت و زشتی این کار. لذا این، من تأکید میکنم بر این موضوع، ابتدا در مورد طلاقایی که میگن واقع شده تحقیق کنید، اون طلاق دومی واقع نشده، این دوتا به هم دیگه میتونن برگردن ولی با عقد جدید و با مهر جدید، اونم به خاطر اینکه 3 ساله از هم دیگه دورن. اگر قبل از 3 ماه بینشون فاصله بود، میتونستن بدون عقد و بدون مهر برگردن، ولی مادامی که این فاصله افتاده، باید حتما عقد و مهر جدید باشه، ولی فقط یک طلاق باقی مونده براشون، اونم اون طلاقیه که عرض میکنم واقع نشده. این در نظر جمهور فقها هست. اون که اونایی که گفتن طلاق واقع شده، این مورد اشتباه بزرگی. حالا نمیدونم، اگر این به این شیوهی که شما برای من شرح دادید این گونه است، ولی بحث این که برید با یکی ازدواج کنه، بعد طلاق یه شب پیشش باشه، بعد طلاق بده حلال بشه برای مرد اولین، این کار گناه، معصیت، زنا و حرامه. اگر خب چه تفاوتی این با صیغه شیعه ها داره؟ اونا هم صیغه میکنن برای 1 ساعت، 1 لحظه میرن معاشرت جنسی میکنن و بعد دیگه تموم شده. بسیار دردآوره که مردم در دام بعضی از افکار غلط افتاده اند و دور زدن مسائل شرعی. آیا بهتر نیست که شما طلاق عصبانیت رو بگید واقع نمیشه، همونطوری که بعضی از اهل علم میگن؟ آیا طلاقی که از سر عمد نبوده، طلاقی که به خاطر فقط قسم بوده، میخواد قسمش بده یا قسم بخوره، بگو واقع نشده، آیا بهتر از این نیست که زن رو و مرد دیگری رو هم دچار زنا کنید با این کارتون؟